مراسم رود خبرنگار بود که مشکلات صیادان بومی و تخلفات گسترده صیادان چینی با کشتی‌های غول‌پیکر مطرح شد و باعث شد که فرماندار جدید جاس با خبرنگار خبرگزاری فارس دل به دریا بزنند. پس از طی 4 مایل دریایی به یکی از این کشتی ها رسیدیم که به محض رسیدن ما کارگران کشتی صیادی که خارجی به نظر می رسیدند با یک فروند قایق فرار کردند. رفتیم در سردخانه این کشتی هستیم، هم اکنون مشاهده کردیم که انواع ماهی های کفی و انواع ماهی هایی که تو سد زندگی میکنن اینجا صید شده و ماهی هایی که مجوز دارن صید کنن، نه انواع ماهی ها. من به هر کس زنگ زدم به من میگه که ما از طریق سیستم داریم اینا رو کنترل میکنیم، اما ما امروز حضور پیدا کردیم، دریا طوفانی بود به خاطر مردم. اوضاع صیادان نیز خوب نیست، در حدی رسیده که تمام صیادا دیگه صید دریا رو تعطیل کردن، کایکاشون انداختن به امان خدا. سرمایهشون الان 30-40 میلیون 50 میلیون بیشتر کمتر انداختن سر خوش به امان خدا. ماهی حلواسی ها ریشکن شده، میش ماهی ریشکن شده، صیادی الان به صفر رسیده. اینجا این صیادی که قبلا میشد الان نیستش به هیچ عنوان، چون این کشتی های چینی میان اینجا سید میکنن، سید اینجا به صفر رسیده. از لحاظ ماهی هم بگیری بازارچه یه دونه ماهی هم نداره، مشتری میاد از اینجا میره بیرون ماهی نیستش، صیاد هم میره دریا میاد ماهی نیستش. گرفتاری های زیادی توی بازار ماهی جاست افتاد. کشتی ها میان شب همینجا دور میریزن، صبح میرن میبرن با هم میبرن دیگه، هیچی واسه ما نمیذارن. چی باید بس به کی شکایت بکنیم؟ به کجا شکایت کنیم؟ به کدوم ارگانی ما شکایت کنیم؟ حتی توی بازار، توی بازار نگاه کن، هیچ دونه یک دونه ماهی هم توی بازار نابینی. آه نگاه کن اینجا یک دنگ ماهی تو شهر ما حتی برای خوردن هم گیر نتاته. پس از صحبت های صیادان تصمیم گرفتم که دوباره به دریا بزنم و تور صیادان چینی را که از دریا بالا می کشم ببینم. مجوز صید این نوع از کشتی ها فقط برای صید یک نوع از ماهیان بسیار ریزی که در عمق بالای دریا زندگی می کند به نام میکروفیده یا فانوس ماهیان صادر شده. اما این روزها این کشتی ها همه نوع آبیان را صید می کنند و خبری از میکروفیده در تور و سردخانه هایشان نیست. تأسف‌بارترین ماجرای صیادان چینی اینجاست که برخی از ماهیان کم قیمت را که پس از صید مردند به دریا می ریزند. اما پشت سر این شناورهای صیادی ترال خارجی و ایرانی، هر که هست و هر چه هست به قیمت غارت ذخایر آبزیان در دریای عمان و بیکار شدن 17 هزار نفر صیاد جاسکی می شود.